من عرضامو امروز آیفون اس 2022 اینجاست تا اونو با هم دیگه بررسی کنیم. آیفون اس آیفون‌های ارزون قیمت اپل هستن که امسال نسل سوم اونها معرفی شده و به بازار عرضه شده. آیفون اس معمولا از طراحی آیفون‌های قدیمی‌تر استفاده می‌کنن، اما چیپ بروزی دارن و مشخصات سخت افزاری خیلی قوی‌تری دارن. در کنار طراحی قدیمی و چیپ قوی، قیمتشون رو اپل سعی می‌کنه که پایین نگه داره تا قشری که دنبال گوشی ارزون قیمت هستن رو هدف بگیره. البته امسال قیمت آیفون اس یکم گران‌تر از نسل قبلی خودش شده که در ادامه بهش می‌رسیم. آیفون اس نسل سوم یا همون 2022 رو می‌تونید توی سه ظرفیت 64 گیگ، 128 گیگ و 256 گیگ بخرید و همینطور توی سه رنگ پروداکت رد، میدنایت و استارلایت می‌تونید اون رو بخرید. توی نسل قبلیش ما رنگ‌های اسپیس گری و سیلور رو ردو داشتیم که حالا اسپیس گری و سیلور همونطوری که توی آیفون‌های 13 تبدیل به میدنایت و استارلایت شدن، توی آیفون اس امسال هم ما این دو رنگ جدید رو می‌بینیم که خیلی فرقی ندارن، ولی مثلا اینجا که ما رنگ میدنایتش رو داریم یکم تیره‌تر از رنگ اسپیس گری این شیشه پشتش، بدنه دورش هم خیلی تغییری حس نمیشه. توی استارلایت هم همینجوری یکم سفیدش به کرم میزنه. نسخه قرمزش هم یه کوچولو قرمز تیره‌تری داره نسبت به نسل قبلی خودش که اگه دوست دارید خیلی رنگ قشنگی اونو هم پیشنهاد میکنم بهتون. جعبه‌ش رو هم توی اول ویدیو توی آنباکسینگ دیدین که مثل آیفون های 13 و 13 پرو شده، دیگه پلاستیکی دور جعبه‌شون نیست. پس اگه خواستید بخرید و پلاستیکی دورش نبود تعجب نکنید، عادیه و پشتش با همون دو تا زبونه که ما توی آیفون ها و ایرپادهای جدید دیدیم باز میشه و از جعبه‌های جدید در واقع استفاده کرده اپل. اپل امسال اومده قوی‌ترین چیپ خودش برای موبایل‌هاش، در واقع همون چیپی که توی پرچم‌دارای خودش یعنی آیفون 13 و 13 پرو استفاده کرده رو توی آیفون اس هم گذاشته. چیپ A15 بایونیک توی آیفون اس امسال قرار گرفته که خیلی قدرت زیادی داره و واقعا هر کسی که این گوشی رو بخره و با این چیپ میتونه تا سالیان سال انتظار آپدیت‌های نرم افزاری iOS رو داشته باشه، کندی حس نکنه و واقعا یه گوشی خیلی خوبی رو میتونه بخره و چندین و چند سال ازش استفاده کنه. با اومدن چیپ A15 به آیفون SE امسال، پشتیبانی از 5G هم برای اولین بار به آیفون SE اضافه شده. البته فقط از 5G ساب 6 پشتیبانی میکنه، از میلیمتر ویو پشتیبانی نمیکنه که البته اصلا موضوع مهمی نیست اگه میخواین این گوشی رو توی ایران استفاده کنید، که اصلا کلا نمیتونید از 5G توی ایران استفاده کنید. اگه هم تو کشور دیگه هستید احتمالاً میدونید که 5G میلیمتر ویو اصلا اونقدری استفاده نمیشه، تو همون آمریکا هم که از خیلی محدوده و همون تمرکز عمده اپراتورها روی همون 5G ساب 6ه. در نهایت هم خود 5G اونقدر چیز مهمی نشده هنوز، من خودم چندین ماه دارم استفاده میکنم، واقعا فرقی با شبکه LTE نداره، پس صرفا به خاطر 5G لازم نیست برید سراغ این موضوع این گوشی، ولی اینو خوبه که بدونید با داشتن 5G میتونید چندین و چند سال خیالتون راحت باشه که اگه شبکه 5G به شهر شما رسید و گسترش پیدا کرد و سرعت‌های بالاتری اومد، این گوشی از اون پشتیبانی میکنه. با قرار گرفتن چیپ A15 بایونیک مصرف باتری این گوشی هم کمتر شده که حالا در ادامه در قسمت باتری بهش میرسیم. همینطور هم این گوشی 4 گیگ رم داره که 1 گیگ بیشتر از نسل قبلی آیفون اس و کاملا برابر آیفون های 13 13 پرو 6 گیگ رم داره، ولی 13 ها 4 گیگ رم دارن، این گوشی هم با A15 بایونیک 4 گیگ رم داره. دوربینی که پشت این نسل آیفون سی قرار گرفته هیچ تفاوتی نه تنها با نسل قبلی خودش نداره، با آیفون 8 هم که داره از بدنش استفاده میکنه نداره و از همون لنز اپل داره توی آیفون سی امسال هم استفاده میکنه، همون لنز 12 مگاپیکسلی که عکسای خیلی خوبی میگیره و برای این قیمت و این جسه به نظر من دوربین خیلی خوبی داره. درسته که خود لنزش عوض نشده، اما با قرارگیری A15 بایونیک توی این گوشی پروسس کردن عکس‌ها یکم تغییر پیدا کرده. مثلا این آیفون اس از دیپ فیوژن پشتیبانی می‌کنه که توی نور کم باعث میشه عکس‌ها بهتر پروسس بشن، یا همینطور از اسمارت اچ دی آر 4 اپل استفاده می‌کنه که توی آیفون‌های اخیر اون رو دیدیم که توی نورای زیاد می‌تونه عکس‌های بهتری رو ثبت کنه. پس با استفاده از یه سی پی یو جدیدتر می‌تونه عکس‌ها رو بهتر پردازش کنه و همینطور باعث میشه عکس‌های بهتری ما نسبت به نسل قبلی خودش ببینیم. همینطور قابلیت فوتوگرافیک استایلز که با آیفون 12 با آیفون اضافه شد که باعث میشه یه استایل رو برای خودتون ست کنید و از اون بعد تمام عکسایی که میگیرید با اون استایل شخصی خودتون پروسس بشه به این آیفون هم اضافه شده و میتونید تنظیم کنید که نور و رنگ دلخواه خودتون چجوریه یک بار و از اون بعد آیفونتون همه عکس‌ها رو بر اساس سلیقه خودتون پروسس میکنه و سیو میکنه براتون. همونطور که گفتم این گوشی فقط یه لنز داره، پس خبری از لنز اولترا واید یا تلفوتو نیست، اما با کمک نرم افزار میتونه توی اپلیکیشن کامرای خودش عکسای پورتریت رو براتون بگیره اگه بخواید، که خیلی قابلیت خوبیه و خیلی ازش استقبال میکنن. اما به هر حال مخاطبی که میاد سراغ این گوشی احتمالاً لنز اولترا واید و لنز تلفوتو رو قبلا جای تجربه نکرده و احتمالاً یه آیفون 8 آیفون قدیمی تری داشته، آیفون 3 نسل قبلی رو داشته و در نهایت یه گوشی رو نداشته که پرچم دار بوده و حالا یهو تصمیم بگیره آیفون 3 بخره. پس تجربه نکرده این قابلیت‌ها رو، وقتی هم که بیاد این گوشی رو بخره چیزی رو حس نمی‌کنه از دست داده، چون واقعاً شاید گوشی قبلیشون قابلیت‌ها رو نداشته و الان یه گوشی بهتر نسبت به گوشی قبلی خودش داره. بخش فیلمبرداری دوربین آیفون مثل همیشه عالیه، تا 4K 60 فریم می‌تونه براتون فیلمبرداری کنه، رنگ‌ها خیلی عالیه، فوکس خیلی خوب و دقیقی داره و سرعتش هم خیلی بالاست و برای فیلمبرداری واقعاً دستگاه خوبیه و میتونید بگیرید و برای فیلمبرداری ازش خیلی استفاده کنید. و در نهایت در مورد دوربینش باید بگم که با اینکه چیپ A15 رو ما تو این گوشی داریم، ولی خبری از نایت مود نیست.
پس خیلی عجیبه برای خودم هم، ولی به هر حال توی شب نمیتونه نایت مود رو فعال کنه و اصلا نداره این قابلیت رو به کل، و عکسای شبتون همونطوری که توی آیفون قدیمی‌تر که نایت مود نداشتن گرفته میشه و خبری از این قابلیت توی این آیفون نیست. در نهایت توی رده گوشی‌های ارزون قیمت این گوشی در کنار پیکسل 5 ای فکر کنم بهترین دوربین رو توی گوشی‌های ارزون قیمت داره و واقعا برای عکاسی میتونید برید سراغش و عکسای خیلی خوبی رو باهاش ثبت کنید. اما بریم سراغ موضوعی که تمام کاربران آیفون اس ای 2020 رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود و خیلی ناراحت بودن ازش. اونم بحث باتری اون گوشی بود. خب بدنه این گوشی همونطور که می‌بینید هیچ تغییری نکرده و هیچ ضخامتش بیشتر نشده اصلا. ولی باتریش یه کوچولو ظرفیت بیشتری داره و از اون ورم چیپ A15 بایونیک مصرف کمتری داره در مقایسه با چیپ A13 که توی آیفون اس ای نسل قبلی بود. اینا با هم باعث میشه که مصرف باتری یه کوچولو کمتر شه، عمر باتری یه ذره بیشتر بشه، ولی بازم باید در نظر داشته باشید که این گوشی رو برای باتری خیلی طولانی مدت نمیتونید بخرید. در نهایت بتونه یه روز کامل رو براتون نگه داره، اونم اگه ازش کم استفاده کنید. اگه بخواید زیاد ازش استفاده کنید، بازی ازش بکنید، به محض اینکه بخواید از چیپ A15 قدرت زیادی بکشید، متاسفانه باتریتون رو میبینید که مصرفش کم میشه. اگه از اپلیکیشن های مسیریاب استفاده کنید، باتریتون مصرفش زیاد میشه و خیلی زودتر کم میشه درصد باتریتون. و در نهایت روی باتری این گوشی متاسفانه نمیشه حساب کرد، ولی میگم اگه کار سبک باش بکنید میتونید به یه روز برسونید. ولی خب پیشنهاد میکنم که یا شارژر همراهتون باشه یا پاور بانک همراهتون باشه، چون احتمالاً بهش نیاز پیدا میکنید. از اون طرفم همونطوری که توی آنباکسش دیدید هیچ خبری از آداپتور برق توش نیست، فقط یه کابل USB-C به لایتنینگ میگیرید و این گوشی هم تا 20 وات رو پشتیبانی میکنه برای شارژ کردن. پس پیشنهاد خود اپل اینه که همون آداپتور 20 واتی خودش رو بخرید که احتمالاً توی بازار زیاد شده و حتماً دیدیدش و هیچ خبری از شارژر توی جعبه‌اش نیست. یه موقعیتی هم که اپل داشت و به نظرم ازش استفاده نکرد این بود که مکسیف رو به این گوشی اضافه کنه، چون هزینه زیادی براش نداشت و میتونست اینطوری از اکسسوری مکسیف توی این گوشی پشتیبانی کنه، مثل سمارت باتری کیسی که برای مکسیف خودش تولید کرده اپل. و خب خبری از مکسیف هم توی این گوشی نیست، پس شارژر وایرلس عادی رو دارید ولی خبری از مکسیف و اون ردیف آهن‌ربا پشت گوشی نیست و نمیتونید از اکسسوری مکسیف برای این گوشی متاسفانه استفاده کنید و باید برید سراغ شارژر وایرلس های معمولی چی یا همون با کابل گوشیتون رو شارژ کنید. در نهایت این گوشی در کنار یه دوربین خوب و قابل قبولی که برای استفاده روزمره در اختیارتون قرار میده، یه چیپ قدرتمند هم داره که توی هیچ کاری واقعا کم نمیاره. ولی نکته دیگه‌ای نداره که بشه بهش اشاره کرد. نه باتری خوبی داره، نه طراحی جذابی داره. در اصل داره از طراحی آیفون 8 که سال 2017 معرفی شده استفاده میکنه، که همون طراحی هم مال آیفون 6 بوده که سال 2014 رو نمایی شده بود. و خیلی برای خودم جالب بود که توی استیج موقع معرفی این گوشی خیلی از طراحیش تعریف کردن، در صورتی که طراحی مال تقریبا 8 سال پیشه و دیگه واقعا قدیمی شده. ولی خب به هر حال اپل اومده از همین طراحی استفاده کرده، ولی چیپ آخرین نسل خودشو توی این گوشی قرار داده. جلوی گوشی رو هم که نگاه کنیم هیچ نکته جذابی واقعا نداره. کلی حاشیه‌های بزرگ داره، مثل تمام آیفون‌های قدیمی دکمه هومی رو داره که دیگه توی هیچ آیفون مدرنی ازش استفاده نشده. و پنل صفحه نمایشش هم همون 60 هرتز، خبری از صفحه 120 هرتز نیست و همون LCDه و واقعا صفحه نمایشش هم هیچ چیزی نداره که آدم ازش تعریف کنه. ولی صفحه نمایش خوبیه، دلیل نمیشه که صفحه نمایش بدی باشه، ولی برای سال 2022 در حد گوشی خیلی خوب نیست واقعا. ولی خب قیمتش هم پایین‌تر از گوشی‌هایی که صفحه نمایش خیلی بهتری دارن. اپل با لاین آیفون اس ای نمی‌خواد هیچ ریسک بزرگی بکنه و هر تغییری که بخواد توی طراحی بدنه این گوشی بده براش هزینه داره. و اپل هم می‌خواد قیمت این گوشی رو تا حد ممکن پایین نگه داره. همین الان دلیلی که داره از بدنه آیفون 8 استفاده می‌کنه اینه که خیلی ساله داره تولیدش می‌کنه و قطعاً هزینه تولیدش براش خیلی اومده پایین. و حتی بخواد یک سوراخ برای یک دوربین دیگه پشت این گوشی اضافه کنه، هم هزینه طراحی داره هم هزینه تولید داره، یه خط تولید جدید باید درست کنه و تمام اونا باعث میشه که هزینه های اپل بره بالا برای این گوشی. برای همین اومده از بدنه که 5 سال داره تولیدش میکنه تقریبا استفاده کرده که دیگه خط تولیدش آماده است، همه چیش هست، همین الانش کلی ازش تولید شده و صرفا اومده داخلش رو تغییر داده. ولی خب الان توی لاین اپ اپل ما آیفون 13 مینی رو داریم که با بدنه کوچیک‌تر از این گوشی صفحه نمایش بزرگتری داره. صفحه نمایش این گوشی 4.7 اینچه، ولی آیفون 13 مینی صفحه نمایش بزرگتری داره به لطف اینکه حاشیه صفحه نمایش نداره تقریبا. صفحه نمایش این گوشی هم اولده، ولی خب باید در نظر داشت که تقریبا $300 از این گوشی گرون‌تره. اما به نظر من میتونید برید سراغ آیفون 11 به جای این گوشی که صفحه نمایش بزرگتری بگیرید، حاشیه های کمتری داشته باشه، فیس آیدی داشته باشه، باتری خیلی بهتری داشته باشه. حالا سی پی یوش دو نسل عقب‌تره ولی طراحی مدرن‌تری داره، قابلیت‌های جدیدتری داره و به نظر من گزینه بهتری. قیمت نوش هم در مقایسه با این گوشی تقریبا $100 بیشتره در حال حاضر اگه از خود اپل بخواید بخرید. ولی خب میتونید برید آیفون 11 دست دو پیدا کنید و به نظر من از این گوشی خرید بهتری میشه. ولی اگه دنبال این هستید که یه گوشی نو داشته باشید یا حتما چیپ A15 بایونیک آخرین نسل چیپ های اپل رو توی گوشی خودتون داشته باشید و کمتر بخواید هزینه کنید، خب میتونید برید سراغ آیفون اس ای 2022. همونطور که گفتم خیلی عملکرد خوبی داره واقعا
بدیاش باتریشه و کیفیت صفحه نمایششه و کلن طراحی قدیمیه که اپل داره توی این گوشی استفاده میکنه، که البته موجه هم هست، میخواد قیمت رو پایین نگه داره، ولی به هر حال میتونید توی دو کفه ترازو آیفون 11 رو قرار بدید و یه طرفش هم آیفون SE جدید رو قرار بدید، ببینید خودتون با کدومش راحت ترید و اون رو بخرید. به نظرم آیفون SE 2022 در مقایسه با نسل قبلی خودش قیمتش یکم گرونتر شده. نسل قبلی قیمتش 399 دلار بود، اما مدل امسال قیمتش 429 دلار شده. این اتفاق به خاطر اضافه شدن پشتیبانی از 5G که برای آیفون های دیگه هم این اتفاق افتاد. از پارسال که آیفون 12 به بعد از 5G پشتیبانی میکنن، قیمت اونا هم همین حدود 30 دلار گرونتر شد، که حالا اپل این قیمت رو توی آیفون های پروی خودش که بالای 1000 دلار هستن اضافه نمیکنه، ولی برای آیفون های معمولی و مینی خودش این افزایش قیمت رو ما دیدیم به خاطر اضافه شدن 5G. و حالا آیفون SE 2022 هم نسبت به نسل قبلی خودش 30 دلار گرونتر و قیمت پایه مدل 64 گیگیش 429 دلاره و حالا با افزایش ظرفیت قیمتش گرونتر هم میشه. این بود بررسی آیفون SE 2022. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و جواب سوالاتتون رو گرفته باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو حتما لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب داشته باشید که بررسی جدیدی توی راهه. اگر هم با سوالی براتون باقی مونده در مورد این گوشی توی بخش کامنت ها بنویسید تا حتما اگر اطلاع داشته باشم پاسختون رو بدم. از خودتون مراقبت کنید و فعلا خدافظ.